عبدالبها زمانی به امریکا رسید که خطر جنگ جهانی اول بیداری سیاهان امریکا و مبارزاتشان علیه تبعیض نژادی تشدید مفرت فقر و ثروت تلاشهای زنان برای کسب حقوق مساوی رشد تعصبات مذهبی و برخورد تند باورهای دینی با یافته های علمی از مسائل روز جهان غرب بود سفرهایی هست عبدالبها به امریکا و به غرب به طور کلی یک سفری بوده بسیار انقلابی چرا که هیچ کس در دنیا هیچ همچین سفری رو به این علت که اون علتش ایجاد تفاهم دوستی صلح و محبت و بخصوص انتقاد از سنت پرستی مذهبی و یا به طور کلی انتقاد نقد از به صلاح تجدد غربی بوده کسی انجام نداده برای همین اولین اندیشمند خلاقی که به این فکر افتاد و به غرب آمد به این جهت حضرت عبدالبها بود When Abdullah در arrived uh, in New York City uh, وقتی عبدالبها وارد نیویورک شد در اسکله اولین چیزی که شاهد بود استقبال مشتاقانه مطبوعات بود که متاسفانه اشتباه هم کرده بودن و میگفتند پیامبر شرقی به امریکا اومده و خیلی هیجان انگیزه و اون قراره با بهایی های امریکا ملاقات کنه و از این چیزا از طرف دیگه این کنجکاوی فوقلادهی بود که در مورد اون وجود داشت که این شخصیت کیه و هدفش چیه یعنی اونا یه کمی در مورد این مذهب میدونستند ولی خیلی محدود و البته بهایی ها از همه مشتاقتر بودن چون الان کسی رو میتونستند ببینن که بعضی ها در زیارت دیده بودن ولی اکثرا حضورا او رو ندیده بودن they, they just, این اولین باری بود که با این شخصیت بی روبرو می شدن که می و برای اونا این یک ترکیبی بود از کنجکاوی و خوشحالی و اشتیاق به اینکه حالا با ما چه صحبتهایی می کنن. ما چی یاد می گیریم؟ چقدر میتونیم عمق شناختمون رو از ایشون نسبت به دیانت بهایی بیشتر کنیم؟ چون اون موقع تعداد کتاب هایی که به انگلیسی ترجمه شده باشه خیلی کم بود و این البته محدود به باهایی ها هم نبود افراد دیگری از عقاید مختلف هم بودند که میخواستند در مورد این مرد بدونن و البته اونایی که این شانس رو داشتن که با او دیدار و گفتگو کنن خیلی متأثر از دانش او بودن و اینکه او به واقع فهم بالایی نه تنها از مسائل اقلانی بلکه از مذاهب و دنیا داشت. او شناختش فقط به جهان شرقی محدود نمیشد، بلکه جهان غرب رو هم می شناخت. و به همین دلیل این مردمی که تونستن بیان و با اون ارتباط برقرار کنن کاملا خل سلاح شده بودند و واقعا از این همه قابلیت او که بسیار هم جذاب بود متعجب شده بودند. by all these qualities that he had, which were very attractive. بله خطابات عبدالبها که در امریکا اونایی که ما ثبت داریم تقریبا بیش از 260 خطابه هستش که اکثرشون رو, رو, ما به فارسی داریم در یه مجموعه به اسم خطابات عبدالبها و مقدار زیادیش به انگلیسی داریم اینا حقیقتا تاثیر شدیدی در جامعه امریکا و اروپا گذاشت حتی بسیاری از مشاهیر امریکا و اروپا ام به دیدن عبدالبها رفتن مرید عبدالبها بودند. امیلی پنکرست رهبر جنبش حق رأی برای زنان الکساندر گراهام بل مخترع تلفن رابیندرانات تاگور شاعر و فیلسوف بنگالی و جبران خلیل جبران شاعر و نقاش لبنانی از جمله مشاهیری بودند که با عبدالبها ملاقات کردند عبدالبها علاقه من بود که یه زمینه مشترک پیدا کنه که با این اشخاص صحبت کنه چون اونا آدمای خیلی مهمی بودن که تغییر ایجاد کرده بودن دوی مملکت و کارهای ای انجام داده بودن و یکاش ما اطلاعات بیشتری از اون مکالمات داشتیم ولی مطمئنم که اون در مورد کار بزرگی که اونا کردن و اهمیتی که اون کارا برای زمان خودش داشته باهاشون صحبت کرد. To the, to the To the African Americans over and over again, in every او با جامعه سیاه پوستان امریکا بارها و بارها در هر شرایطی ارتباط برقرار کرد. خیلی نسبت به مسئله نژادی حساس بود. او این روح فوقلاده رو در سیاه پوستان امریکا دید و احساس کرد و در این مورد صحبت کرد که چقدر عالیه که ما این جمعیت رو داریم و چقدر تاسف آوری که با اونها اینطور رفتار میشه و چقدر مهمه که در ارتباط با تعصب نژادی عادلانه برخورد بشه واقعا این حیرت انگیزه شخصی که از ایران آمده اکثر عمر خودش رو در زندانی در عثمانی بوده چطور به این موضوع امریکا که اون موقع هنوز در تکاپوی اون بودن به جامعه امریکا نه فقط اشاره بکنه یکی از پیام مهمه از فار خودش رو اختصاص بده به این موضوع و اون خودش با باعث اولین یکی از اولین ازدواج های بین یک سیاه پوست و یک سفید پوست شد که آقای لویس گریگوری که یک مومن سیاه پوست بود با یک خانومی عبدالبها باعث ازدواج این دو شخص شد عبدالبها نطخهای بسیاری در مورد مسئله سیاهان کرد و باورش بر این بود که تا امریکا این مسئله سیاهان رو هم از لحاظ اخلاقی و هم وجدانی و هم از لحاظ عدالت اجتماعی حل نکنه به هیچ وجه به آرام و سکونی که باید برسه و به اون عدالت اجتماعی که باید برسه نمیرسه عبدالبها یکی شاید اولین ایرانی بود من نداریم ایرانی دیگه که در دانشگاه هاوارد که یک دانشگاه تمام سیاه پوسته در اونجا صحبت کرد نطق کرد نطخ کرد در مورد وحدت نژاد و حتی سیاه پوستارم به چالش کشید که گفت شما نباید فقط بشینید و و شکایت بکنید در راه وحدت نژاد باید قدم بردارید سفید رو به چالش کشید اینا خارق‌العاده است در تاریخ ایران ما همچین چیزی نداریم که اونم چی بیش از 110 سال پیش 105 سال پیش یه همچین اتفاقی افتاده باشه در واشنگتن دی در واشنگتن که چند بار هم به اونجا رفت هر سخنرانی که کرد در مورد تعصب نژادی بود در مورد نجات پرستی و طرز برخورد با اقلیت‌ها در این مملکت و اینکه چقدر وحدت نژادی اهمیت داره و هشدار داد که اگه در امریکا با این مشکل برخورد نشه در خیابانها خون به راه خواهد افتاد و این مشکل بهتر نمیشه بدتر میشه و از بین نمیشه اون در مورد تصاوی حقوق زن و مرد صحبت کرد و به این جزئیات پرداخت که زنان چقدر در زمینه پایان دادن به جنگ ها نقش مهمی دارند و این رو به این ارتباط داد که زنها باید در تمام زمینه های اجتماعی وارد بشن در سیاست، در ادارات، در همه چیز هر چیزی که یه مرد بتونه بخشی از اون باشه یک زن هم باید بتونه باشه یکی دیگه از پیام های عبدالبها که اون موقع یکی از به اصطلاح حادترین پیام در غرب بود مسئله تساوی حقوق خانم ها و آقایان بود یعنی اینکه اون موقع مقادیر زیادی از بانوان به عبدالبها پیوستن بانوان امریکایی به خاطر اینکه این پیامی که عبدالبها آورده بود میگفتش که در تمام موازی خانم ها مردها و زن ها با هم یکسان هستند حتی فراتر از اون رفت عبدالبها گفت تا این تصاوی کامل نشه غیر ممکنه عالم انسانی به صلح به صلح واقعی دست پیدا بکنه تو همچین فضاییه که عبدالبها پا به خاک آمریکا میذاره و پیامی که میاره پیام وحدت عالم انسانی برابری همه انسانها برابری زن و مرد برابری سیاه و سفید و یه چیز جالب دیگه هم که میگه این که این چیزا خیلی مهمتر از خود دینه اگر دین بخواد باعث جنگ بشه بهتره که کنار گذاشته بشه یعنی اون چیزی که اهمیت داره در درجه اول وحدت عالم انسانی برابری انسان ها بهبود وضعیت انسان هاست و این چیزی که روی جامعه آمریکا در اون زمان خیلی تاثیر میذاره نکته دیگه این که اگر نگاه کنید غرب در حال پیشرفت خیلی سریع صنعتی و علمی در آن زمان نکته ای که عبدالبها میاد بهش تکیه میکنه اینه که ما تمدن مادی رو داریم میسازیم تمدن معنوی رو هم باید در نظر داشته باشیم ازش فراموش نکنیم در دانشگاه استنفورد اون در مورد لزوم تطابق علم و دین صحبت کرد و اینکه چطور اینها دو منبع آگاهی هستند که ما در اختیار داریم و اینکه چطور این دو باید با هم هماهنگ باشند و یکی بدون دیگری کارایی نداره. مذهب آگاهی خاصی به ما میده در مورد روحانیات و علم به ما در مورد چیزهای علمی آگاهی میده. علم به روحانیات و آموزه های اخلاقی مذهب احتیاج داره و مذهب هم باید پا به پای علم پیش بره و تبدیل به خرافه نشه. <applause> یعنی صحبت های از ها هیچ دید مذهبی نداشته. یعنی ما از ها نباید فقط به عنوان یک ریلیجس فیگر یا یک فیگر یا یک شخصیت مذهبی فقط تلقی بکنیم ایرانیا باید به این ببالند که یک شخصیت متفکری بوده اندیشمند خلاقی بوده که به قرب آمده برای باسازی ارزش های اخلاقی و جالب این که عبدالبها خودش همیشه روی نکته تاکید داشت که به اصطلاح پیام بشر دوستانش پیام صلحش پیام وحدت عالم انسانی اولویت داره به اون پیام گسترش دین باهایی اون چیز ثانوی بود و اصلا اصراری نداشت که مردم رو باهایی کنه شما مسیحی باشید یهودی باشید هر دینی میخواید داشته باشید اگر به این نکات توجه داشته باشید یعنی برابری انسان ها عدم تبعیز، مخالفت با جنگ شما به حال هستید اگه یه نفر به واقع در مورد صحبتهای ایشون تحقیق کنه میبینه که همه در جهت بالا بردن آگاهی شنوندگان بوده که قابلیتهای خودشون رو در شرکت کردن در اون چیزی که به حالا در مورد روح زمان میگه پیدا کنن یعنی اتحاد و در کنار هم بودن تلاش در جهت از بین بردن تعصباتی که ما نسبت به هم داریم چه ملیگرایی باشه چه تعصب طبقاتی نژادی و جنسیتی یا هر چیز دیگه ای که باشه اون تلاش کرد که طوری صحبت کنه که به مردم نشون بده که خودشون رو از هم جدا نکنن و در قالبای خودشون فرو نرن با هم باشن و از هم یاد بگیرن ببینن اتحاد وجود داره و این رشته ای که همه این اخشار مختلف رو به هم پیوند میده وجود داره و مقصد از این اتحاد اینه که دنیا رو به جای بهتری تبدیل کنیم.